جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام ماه تابان. سلام عزیزم. حال شما خوبی نازنینم جانم؟ لطف شما. قربونتون برم. در محضر خداوند شما بودم. مسلمه که بسیار خوبی. زنده بشی عزیزم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله بله مینای عزیزم، بسیار نور خداوند و عبادت استادان گرامی را قدر دارم که باعث زندگی دوباره عزیزانم شدم. به شفای این عزیزان را تبریک میگم و بسیار سپاسگزارم از عزیزانی که هم در استرالیا و هم در تورنتو تلاش میکنن تا این سرویس به بهترین صورت به ما برسه. به شایان عزیز ما میبوسم، شفای اون تبریک میگم و میگم اون میدونه که مینای عزیز من همیشه زیر چتر رحمت الهی هستن و چه بادیگاردی از نور خداوند بهتر از این تر و برای همینم با خیال راحت خوابیدم. نه اتفاقا بعد من رفتم مریچای دیدم بیدار شده، گفتم بس تو خواب بودی. گفت چرا روی ایر گفتی؟ گفتم برنامه علمی عبادیه دیگه، گفتیم یه فامیلیمون، هر چیزی رو عنوان میکنیم اینجا. بله البته البته که چنینه. البته مینای عزیزم عبادت میخواستم برای محمد علی نام پدر هستم. هم معجزه ها جانه بروی چشمم. خانم منیره عزیز 48 ساله متخصص پوست زیبایی بودن. بله. دچار بخت‌بستگی شده بودم و در سال گذشته با کمک قدرت پنهان به لطف نور الهی به عبادت هفت استاد نازنینم بخشا شدم و خداوند فرزندی را به این خانواده هدیه کردم. ایشان میگفتن من به زن بسیار خوشبختی بودم، نمیدونم چی شد که موهای از سرم ریخت. این در حالی است که نه سرطان داشتم و نه شیمی درمانی شده بودم. برای درمان به همجا مراجعه کردم ولی نتیجه ای نگرفتم. با شما خواهر عزیزم در میان گذاشتم، گفتم به اساتید عزیزم بگید فکری برام بکنم. اساتید نازنین نگاه کردم، فرمود اساتید را فرستادم که اون سه تلسم سیاه شده، یعنی جادو کرده بودم که به لطف نور الهی به دعای استادان عزیزم شامل حال ایشون شد و دوباره مایسر ایشان با حالت اول برگشت. به چه بیاد شبها در مسجد مهدی بودم، گفتم میخوام امشب با پای برهنه خدمت کنم و تا وقتی که تمام دیگاه رو نشورم و تمام کارها رو نکنم از مسجد بیرون نمیرم. به شما هم را بیرون نکنید. و گفتم پس میتونم برای قصدانه از لطف نور خداوند صد نفر را بدون هیچ هزینه‌ای ویزیت کنم. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای گله؟ بدتون بشم الهی دورتون بگردم بختم خوشایی. خدای مهربون برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. مینای عزیزم. مینای عزیز نازنینا با امید روزی هستم که در کشور عزیزم ایران در آغوش بگیرم تو نو ببوسم تو. خدتون بشم. از سر شب یک سر بیرون رو حیات واشتادم زیر آسمون خدا. زنده بشی خواهر گلم. آسمون شهر ما تمامش ابره. بعد با خدا صحبت میکردم، هر هواپیمایی رد میشد گفت او خدایا میشه مینای عزیز ما تو هواپیما باشی. قربونتون برم زنده باشی. به وقت کشور عزیزم ایران، به وقت کشور عزیزم ایران روز پنجشنبه صبح ساعت 7:45 بله در آسمان کشور عزیزم ایران. بله ساعتاش هم گرفتم میدونم عزیز. با چشمامون بدرقتون میکنم عزیزم جانم زنده باشین. البته میدونم که 17 دقیقه تا مسیر رد بشه طول میکشه، میدونم عزیز. زنده باشین فداتون بشه. محاسبه میکنه خدا محاسبه میکنه. من یک ساعت جلو تا یک ساعت بعدترم که وایسیم ارزش اینو داره عزیزم. قربونتون برم. قربونتون خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار. زمین خداوند رو میبوسم. زنده باشی. اگه مینای عزیزم اون دست با عظمت تو چه برام بالا ببر. عزیزم چشم. به خدا میسپارمتون. خدا یار و نگهدارتون. دورتون میگردم. ناظرتون میشم. قربونتون میرم. زنده باشین. خدا نگهدار. خدای مهربان سلامتی آرامش برکت و هدیه کنه به عزیز. با سلام ویژه و تعظیم و تکریم خدمت هفت استاد عالم عابد و سلام خاص خدمت سیده عالمه مینا خانم. ممنونم بردارم جانم بفهم. از کشور عزیزم ایران مزاحمت میشم. کشور عزیزم ایران. بله ده. به چه اسمی؟ من عبادت امشب نمیخوام، فقط عرض تبریک خدمت تمام شفای یافتگان دارم. مرسی. و شعری هست شما برای روز زن سروده بودیم، متاسفانه نتونستیم تماس بگیریم. بله. و الان اگر اجازه بدید ما خدمتون. اگه خیلی کوتاه و خلاصه است در خدمتون هستیم. ابتدا ساکن ای خدا، ما گداییم، ما گداییم، ما گدای دیدن روی شما مینا و هفت استاد والا. یک نظر، یک گوش چشمی از هفت استاد کند دیدارها فلفور از ساعه محیا انشاءالله. زنده باش. عرض تبریک فراوان در رابطه با روز زن هست.
از تبریک فراوان خدمت کامل ترین مخلوق عالم، روز زن روز پر از مهر و وفا، بس گرامی باد و پرشور و شعف، روز جهانی روز زن روز گرانقدر خدا. ای زن والا، مقامت برتر از عالی ترین مخلوق دنیا هست و باد، چون بهشت جاودان در زیر پای مادران از روز زن روز عرس پاینده و جاوید باد. مایه فخر و مباهات است مادام کوری و پروین شاعر اعتصامی، جمله زنهای عالم اندرین عالم، برترین زنهای اسره زینب است و فاطمه، گشتن الگوی والای زنان در هر دو عالم. ای زنان عالم عالم، افتخار عالمی، قدر خود را در جهان پس و دون پیدا کنید. قدر زن والاست، کالا نیست در هر برزن و بازار آشفته، ارزش پر ارج زن در آسمان پیدا کنید. در نگارش ها قلم عاجز و گویش ها زبان الکن، کل الفاظ و سخن ها جملگی باطل، عاقبت عقل بشر عاجز که ارزش های بالا و مقام شامخ و والای زن را جملگی شهری دهد کامل. و اما روز زن تبریک خاص تقدیم کل مجدیان قدرت پنهان و استادان دانشمند و عابد، خصوصا از تبریکی به اشجع زن بسی عالم زن عابد به میناگل که دلسوز و مددکار است، عملها حاضر و شاهد. زنده باشی، ممنونم برادر عزیزم. با از بسرط ما تأخیر کردیم، انشاءالله که هر روز زن باشه و زنهای ما واقعا اسره باشن و الگو باشن برای تمام زنهای دنیا. بخوان مسئله دیگه داریم که انشاءالله در روزهای آینده خدمتتون عرض میکنیم در رابطه با نحوه استفاده از گنجینه‌ها و کجا استفاده بشه که بذار بشه مثمر ثمرتر باشه انشاءالله. درست، ممنونم برادرم، خیلی خدا نگهدار، خیلی متشکرم، میبخشیم بازم شدیم، خدا حافظ شما. خوش به خوش به حالش، خدا اینقدر دوستش داشته عمر دوباره بهتون. دقیقاً بله، خدا رو شاکری، حتما منتظر کله پاچه است و از خواب بیدار شه. بفرمین عزیزم، جانم بفرمین. عبادت میخواستم برای حسن. بله، فرزند یوسف. بله، از معجزه ها، از معجزه های قدرت پنهان که واقعا بی نهایته. الهی شکر. یه زینب کوچولو عزیزی بودن که برادرشون سرطان داشت. بله، و از بیماری خیلی رنج می‌برد و خیلی هم خانواده فقیری بودن. دقیقاً. از مادرش شنیده بود که دعا می‌کرد که هی خدایا سلامتی به بچه‌م بده، قلکشو می‌شکنه و میره مغازه میگه من این پولا رو بگیر و به برادر من سلامتی بده. اون فروشنده میگه نمیشه با اینا، پولاتو بردار برو. یه آقایی که قدرت پنهان کاملا میشناخته و به گنجینه‌های زیادی هم رسیده بوده، بله، دست زینب کوچولو رو میگیره میبره خونه‌شون و برای برادر ایشون آینه تهیه میکنه، شفای الهی نصیبشون میشه با قدرت خداوند و عبادت های استادای عزیزی که خداوند اینقدر دوستشون داره و حرفاشون رو گوش میکنه. بله، و برای خانواده زینب کوچولو در شهر سوختن سرمایه‌گذاری هم میکنن. بله، صد هزار مرتبه. و برای بله، و خانواده زینب کوچولو هم برای 400,000 نفر کمک میکنن. دقیقا، ولی شکر خدای مهربان که شما در نظر بگیر زینب کوچولو فکر میکرد شفا خریدنیه و واقعا پروردگار راهی براش باز میکنه که یه دونه از کسانی که از برنامه علمی عبادی معجزه گرفته بود توی اون مغازه باشه. یعنی تمام اینا لطف خدای مهربانه، یعنی پروردگار میخواست که برادر زینب کوچولو هم شفا بگیر، واسه همین اینا رو کنار هم قرار داده بود. خدا رو شکر میکنی، سپاسگزاری. مرسی عزیزم، به این مسئله اشاره کردی، اشکای منم در آوردی، ولی اب نداره، بسیار زیبا بود. من سپاسگزارم از تو بیننده عزیزم. زنده بشی عزیزم، جونم. عبادت برای چی میخوای گلم؟ برای سلامتی و آرامش. سلامتی و آرامش رو پروردگار بهتون هدیه کنه. زنده بشی جانم. خدا نگهدار خواهرم. جانم اگه دست مهربونتون برام بالا کنی خیلی ممنون میشم. یه متنی هم نوشتم اگه اجازه بدید. جانم بفرمایید گلم. یه متنی
ستاره ببرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، مینای من و ما و همه درماندگانی، دلت می تود برای ایرانی و ایران و ایرانی، بانوی ایران، مادر 224 فرزندی، مادر آریای نابغه و معجزه دیده‌ای، دلت را از این دنیا کنده و پیش آخرتی، فدات شم عزیز دل ایران. هفت استاد عزیز و بی همتا، نگران زندگی ما و ماها، می بخشند گنجینه های پنهان، زندگی برای درماندگان و بینوایان. تشکر از شما و هفت استاد گرانبها، نه هفت فرشته در لباس انسان. ممنونه، فدات بشه، هستین برای ما. زنده بشه عزیزم، نور چشمی، به خدا می سپارم. خدا یارو نگه داره، خدا حافظ عزیزم، خدا حافظ. خدای مهربان سلامتی آرامش برکت رو تو زندگی بهت هدیه کنه و سپاسگزارم از اون قدردانی، از نور الهی داری عزیزم. از طرز گفتن شفاهات معلومه چقدر عاشق به نور خدای مهربان هستی، چقدر برنامه رو میشناسی، چقدر وقت براش میذاری، چقدر اون احساسات پاکتو نشون میدی. جای اینه که نازنینای من، طبیعتم برنامه برای این هست. امیدوارم خدای مهربان پروردگارم کمکش کنه هر آرزویی که داره برآورده بشه این شوال. خطی بگیریم، با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. با سلام احترام به بزرگبانی ایران زمین. زنده باشیم مرد، بانی که افتخار ما ایرانیات. زنده باشیم. با سلام و درود فراوان به فرشته آسمانی عزیزم. اینا جان مادم با عبادت مقام مادم فقط تبریک بگم، بگم خدا به سعادت بگه با نور الهی، با لطف خداوند، با عبادت های همتون ساد عزیز عزیزان کنشه بشه با شامل حالتون میشه و دیگم خوش هم سعادتتون عزیزم. زنده بشه بردم، زنده بشه بردم. شما رو زیارت کنیم. من اومدم فقط سوال کنم ببینم پرواز شما از مستقیم از هند یا از دبی به تهران چه ساعتی؟ عزیزم نازم برنایی که مقدر بشینه چرخاش من بوسه بزنم عزیزم. با چقدر این آرزو رو به دل بریادک بکشیم عزیزم. خدا کیف میشه به دار ما برسه. خدای مهربون عزیزم، برادر گلم، برادر گلم عزیزم، برنامه رو من از تلویزیون خواهش میکنم ساعت پروازم و چند دفعه بندازه رو ار براتون که بدونین، دقیقا بدون. انشالله که از هند میایید دیگه. به امید خدا. بله عزیزم، بله نازنین، به خدا میسپرم. خدا یارو نگه داره. ما را التماس دعا داریم عزیزم. جانمی زنده باشی. دست پای همتون رو من گوشه میزنم. عزیزم زنده باشی بردارم. به خدا انقدر دعدا داریم، انقدر دعدا داریم، انقدر گرفتاریم، هیچ که هم به طرفم نمیرسه. عزیزم الهی خدا کمکت باشه، به خدا میسپارم. خدا انشالله که آرزو اینه، فقط من آرزیم تو عمره اینه، فقط بیام شما را زیارت کنم. خدا اون موقع جون منو بگیره، فقط آرزو من اینه. خدا نکنه برادرم، خدا نکنه. الهی زنده باشی، خوشحال باشی کنار اون زن بچت، کنار خانواده تایز. زنده باشی، به خدا میسپارم. خدا حافظ. انشالله که سهلی سالم سفرتون باشه. زنده باشی عزیزم، خدا حافظ. خدا حافظ شما. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. با سلام به سیده عالمی مینا خانم و تعظیم و تکریم خدمت هفت استاد عالم و عابد. مرسی جانم، حالتون خوبه؟ بفرمایید جانم. از کشور عزیزم ایران. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ من دانه میخوام، فقط به مناسبت فردا که تشریف میارید در خدمتتون هستیم، شعری رو میخوام تقدیم حضور کنم. بفرمایید مادرم، بفرمایید. هشدار ایرانیان، هشدار ایرانیان، پنجشنبه روز در ساعت 7:40 مینا و هفت استاد خوب و همراهان 17 دقیقه کاملا میهمان ما ایرانیان هستند اندر آسمان. هم خیر مقدم ها بگو دستان به سوی آسمان. مینای خوب و مهربان همراه استادان خوب، شایان هم با مادرش، با همراهان خوب هم فارغ ز غم ها و علم، گوییم ماها یک صدا با شادی از عمق وجود. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، باشد قدم ها روی چشم. ادامش شاد ملت شاد و پرشور، شاد ملت شاد، شاد و پرشور، مسیحا نفسان می آیند،
شاد بستان شاد باغ و شاد کوه شاد هم دشت و نمن مژده ای دل که اساتید بزرگ همراه خانم مینا و شفا یافته شایان دیده آید در سماع این وطن آسمان شاد و دلنگیز شود نور در نور شود و همه مردم ایران در ولوله‌ای منتظر دیدن یاران عزیز میهمانان پر از برکت و پرخیر نمایند همه ارض و سماع ایران خیر مقدم به شما گشته سرفراز همه ایران عزیز ای خدا کاش روزی برسد ملت ایران همه از پیر و جوان همه بینند ز نزدیک به چشمان عزیز هفت استاد بسی عابد و زاهد هم سید مینا و شفا یافتگان را همه آغوش بگیرند در کشور ایران عزیز ان شاء الله. الهی عزیز دعا کنید ان شاء الله دعا کنید که مشکلات حل بشه و ما بتونیم همدیگر رو از نزدیک ببینیم نه اینطور در قربت ها نباشیم. با امید خدا خیلی ممنون. زنده باشید. خداحافظ. فردا منتظر شما هستیم. قدمتون روی چشم همه ما باشد. به خدا میسپارم. سلام علیکم به شما خواهر عزیز و مهربانم و زنده باش. هفت استاد عزیز و گرامی ما. مرسی جانم. حالتون خوبه؟ بفرمین جانم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران؟ بله. به چه اسمی؟ به نام عبادت میخواستم به نام عادل نام پدر قادر. از معجزه ها برادرم. از موجودات قدرت پنهان رقیه خانم عزیز که 52 سال داشتن حدود 26 سال گرفتار طلسم سیاه بودند که به لطف نور الهی و عبادت های هفت استاد عزیزمان بخت گشایی شدند. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواین؟ خواهر عزیز و مهربانم عبادت برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یار و نگهدارتون. خواهر عزیزم به احترام هفت استاد عزیزمان و زحمت‌های شما که با تبریک بر این که 370 نفر شفای بزرگ از قدرت پنهان در این چند روز سفر خسته شده اید برای قدردانی هفت بیت شعر برای احترامشون گفتم اگر اجازه بفرمایید سریع عنوان کنم. بفرمین جانم. بفرمین. اسم شعرم آرزوی ماست. عزیزم از قدرت پنهانم سعادت همه آرزوی ماست ستایش و هم به درگاه الهی عاشقانه همیشه آرزوی ماست عزیزم. شکرت هزاران هزار به درگاهت ای فوق کل نور شفای دردمندان از عبادت هفت استاد ماست عزیزم. هفت آیات نور الهی بسی عزیزند به نزد درگاه او تشکر و قدردانی ما از مهر عطاهای او آرزوی ماست عزیزم. ای جانم فدای یک ذره از نعمت تو باد پروردگارم شکرها همیشه به نعمتهای لطف تو آرزوی ماست قربان وفای تو ای خدا که همیشه به ما نظر داری هر لحظه برای وفای تو قربان شدن آرزوی ماست در قدرت پنهان بعد مدت دو بیت مونده در قدرت پنهان که نشانه های معجزه ها موج می زند برای قدردانی از این همه لطف خدمت به هم نوع آرزوی ماست عزیز. سلام و صد سلام بر خانواده بزرگ قدرت پنهان به جای جای جهانیم از کشور عزیزم ایران موفقیت عاشقان الهی آرزوی ماست عزیز. معذرت سپاسگزارم و تشکر و قدردانی از شما. بسیار قشنگ و زیبا دیدن تک تک شما هم آرزوی من عزیزم. انشالله که موفق باشین زنده باشین. البته وقتی اومدم من در کشور عزیزم ایران یک ساعتی بله اونجا بودم خیلی اتفاق افتاد تو اون اتفاقایی که افتاد البته نازنینای من با هواپیما ایرانی نبودم ولی صحبت میکنم بعد اینکه انشالله با امید خدا برم تو کانادا در فرصت های دیگه سعی میکنم صحبت کنم ولی انشالله که سه نفر البته متاسفانه دستگیر کردم به این دلیل که تلاش میکردن بیان و ببیننم و اینو مطمئن هستیم که اینجا به ما قول دادن که اون عزیزانم و
آزادشون کنن، باید این چنین باشه و رفتار بسیار خوبی هم با همون کردن خوشبختانه. بله بلافاصله اومدن مسئولین به اصطلاح مقامات اومدن، استادای عزیز رو دیدن، البته خواستن پاشون رو ببوسن، استادای اجازه این کار رو نمیدن. خاطر خوبی هم موند برام این که اومدم به کشور عزیزم ایران، گرچه یک ساعت بود، گرچه یک ساعت بود، ولی همین که در کشور عزیزم ایران اونجا که بودم، چیزی که منو بسیار آزارم میداد تو همون یک ساعتی که میگم از هواپیما اومدم بیرون، میگفتم پروردگارم این هوای کشور منه، الهی خودت کمک کن. و با اون نگاهی که به استادام کردم متوجه شدن، گفتن انشاءالله عبادت میکنی، نگران نباش انشاءالله. عزیزای من، ماها که این ورا زندگی میکنیم تازه میفهمیم که کشور عزیزم ایران چه هوایی داره. بله نازنینم، خواهر عزیز بزرگوارم، اون چی که در عالم همیشه ثابت است، اون چی که هر انسان متزینی اون آرزویی که داره 100% به اون همیشه رسیده و شما هم همیشه این، ما میدونیم که تشریف میارید به خاک میهن عزیزمون و اصل موضوع اینه که قلب ماها هست که همیشه با شماست و مسئله اصلی همونه. نعوذ بالله، ما داریم کسایی که اینجا یه بالاخره یه افرادی هستن ولی تو قلب ما جا ندار از کار اون مسئله که در دل ما شما جا دارید و ما پروردگار عالم را بسیار سپاسگزاریم از این واقعا پنجره‌ای که از عرش به روی ما باز شده. زنده باشید، سپاسگزارم برادر من، به خدای مهربان میسپارم عزیزم. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار. زنده باشید عزیزم. خدا نگهدار. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام علیکم. با سلام بر سیده عالمی مینا خانم و تعظیم و تکریم خدمت هفت استاد عالم و عابد. مرسی برادرم. از راه بسی دور با قلبی بسی نزدیک اظهار بسی تعظیم ابراز بسی تکریم عزیز. تقدیم به مینا گل، تقدیم به هفت استاد، بس عالم و بس عابد کردند همه هستی در راه خدا تسلیم. عزیزم شعری هست در رابطه با سفر. آن همه یار سفر کرده، آن همه یار سفر کرده، چون مینا با هفت استاد و همه همراهان، هر کجا در سفرند ای خدایا همگان را به سلامت به مقصد برسان. انشالله با امید خدا. بله بله. شعری هست در رابطه با معجزات اساتید. این هم به صورت شعر در آوردیم که خیلی جالبه و گویای تمام کاری که انجام شده تا الان. بله. زبانها ناتوان از گویش حمد و سپاس و قلمها عاجز از عنوان الطاف الهی، معجزات بی امان هفت استاد و هم مینا، ببارد برف و باران فراوان که جمله رود خشک و تشنه کوه و دشت ها گردیده زنده گشته زیبا. به معجزهای استادان بسی گنجینه ها الماس ها در خاک پنهان، بگردد آشکار بحر عزیزان، عزیزان هم کنن آزاد زندانی، کمک بر ناتوانها جمله مردم معتاد و هم محتاج در ایران، گروهی خانه ها و مسجد و هم مدرسه سازند و بر ایتام و اطفال خیابانی همه لطف و نظر دارند و استادان شفاعت ها نموده کل محتاجان عالم را شفاها داده اند، هم لاعلاجانی که امراض عجیب و پرخطر دارند. فراتر از همه، فراتر از همه بذل عنایت خداوندی و با الطاف و با اعجاز استادان با ایمان که کشورهای همسایه همه در خون و آتش جملگی در جنگ، ولی کن حاکم از آرامشی عالی بر کل کشور ایران، ولی کن حاکم از آرامشی عالی بر کل کشور ایران. منظور اینه که اساتید علاوه بر اینکه برف و بارون و گنجینه ها را به ما میدن و به این افراد صاحب گنجینه کمک میکنن، زندانی را آزاد میکنن، این آرامش که ما الان داریم دور تا در همسایه تمام جنگ و ما آرامش رو از فضل خداوند و لطف الهی و عنایات اساتید داریم. انشاءالله که برقرار باشن و عمر ایوب داشته باشن و ما هم از پرتون ها استفاده کنیم انشاءالله. زنده باشیم برادرم. ممنونم از لطفتون. عبادت داری چی میخوایی برادرم؟ عبادت نمیخواد، من دوستان دوست مزده دارم.
عبادتتون خاصی نداریم، فقط همین التماس دادیم. خیلی متشکرم. زنده باشین. به خدا دستون درد نکنه. خدا یارو نگهدار. خیلی خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم. سلام عزیزم، حال شما خوبی؟ بفرمایید. حال خوبه؟ من خوبم شکر خدا. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ عبادت میخواستم به نام مهداد. بله. نام مادر ایران دخت. ام معجزه ها بفرمایید. از معجزه های قدرت پنهان که ماشاءالله کم هم نیستن، خواهر گلم سوسن خانم هستن. بله. که شوهرشون در قبرستون کار میکرد. بله. تعریف میکنه که هر موقع سر یه قبر جوان 21 ساله که خیلی وقت کسی به اون رسیدگی نکرده، سر نزده، سنگ قبرش خراب شده، یه قسمتش شکسته، میرسن سردرد عجیبی میگیرن. بله. سوسن خانم که با شوهرش در تدارک سفر معنوی حج بود، تصمیم میگیره که مخارج هر جو صرف عبادت برای آرامش روح اون جوان بکنن. برای همین منظور مقداری از خاک قبر رو برای برنامه قدرت پنهان میفرستن. بعد از عبادت متوجه میشن که در اون قبر به جای میت مقدار زیادی فیروزه ناب هست که با لطف خدای مهربان و عبادت هفت استاد گرامی، سوسن خانوم و شوهرشون صاحب گنجینه‌ای به مبلغ 700 میلیون دلار شدن. البته سوسن خانوم شوخ‌طبع بودن. تا قبل از به دست آوردن گنجینه هر کس می‌پرسید شوهرتون چی کار است، میگفت 3-4 هزار نفر زیر دست شوهر منه. البته الان که خب شاد طبیعتم باید این تعداد زیر دستشون باشه. واقعا همینطور الان. مرسی برادرم. عبادت برای چی میخواد؟ خواهشم، خواهش میکنم. برای برکت گشایی خواهر گلم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خواهر گلم میتونم یه سوال بکنه؟ بفهمین عزیز جانم. البته ما بی‌صبرانه منتظریم. فرموده بودی تا قبل از عید اساتید عزیز روی آسمون ایران قراره تشریف بیارن. بله بله. ما بی‌صبرانه منتظریم. تاریخش جمعه. مشخص شده؟ جمعه آینده است. بله. جمعه آینده. بله. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. ممنونم. خیلی خوشحالم اون که خواهر گلم. ان شاءالله خدا دلتون رو شاد کنه. خدا حفظتون. خدا میسپارمتون. خدا نگهدار. سلام و احترام خدمت شما بینای عزیزم و حضور الهی. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. زنده باشین کشور عزیزم ایران. بله. بعد عبادت به نام شهرام، نام مادر خانم. بله. و از معجزات قدرت پروردگارم، مادر عزیزم همای 83 ساله یه خونه داشتن با 115 تا نوه و چون دوست داشتن برای همه خونه، همه بچه ها و نواهاشون خونه تهیه کنن و در فامیل فقط 5 نفر بودن که خونه داشتن، برای الماس سرمایه گذاری میکنن. به لطف پروردگار مهربانم و عبادت های هفت نور الهی صاحب گنجینه میشن و به نواهاشون که پول میدن ناراحت میشن که چرا نوه ها به جای اینکه بمونن در ایران کشور رو ترک میکنن. هزاران بار شکر. زنده باشی عزیزم. شکر پروردگار. عبادت برای چی میخوای خواهر؟ برای برکت کشایی بینه عزیزم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدارت. از همینجا دست استادهای عزیزم رو میبوسم به خاطر این همه شفاها و این همه معجزه ها. عزیزم مینای عزیزم، من هر وقت شما رو تلویزیونی که باز میکنم، شما رو که میبینم، به زبان ترکی میگم مینا باشوا دولانم. الهی که زنده باشی. الهی که زنده باشی عزیزم. الهی که موفق باشی. الهی که سالم باشی. ان شاء الله که مینا باشوا دولانم. خدا نکنه. الهی که موفق باشی عزیزم. بهت ابراز کنم دینه عزیزم. قربونتون برم. به خدا میسپارمتون. خداتون بشه. زنده باشی. خدا یارو نگهداره. منم بهتون میگم جانین ساغرسا. باجو. خداتون بشه. من با اون زبون قربونتون برم. با اون زبون شیرینتون. قربونتون برم. خدا نگهداره. باشوا دولانم. قربانتون برم. جانین ساغرسا. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ.